اینه؟ آره گردن گلاب رو دستش اومد اون بر طرف خطه لورستون اون بر شاهزی روی پوشنگ قرخان سلطان. سلام رفقا، امروز میخوام برم سراغ امین آقا فرزانه که معرف حضور همه ایرونی ها هست. دلیل عمده این شهرت مدیون برنامه موصل احسان علیخانیه. قبلش نامونشوندار بود و بین لودیای اسم و رسم داشت، اما نه اینجوری که مردم کوچه بازار بزرگ کوچیک همه بشناسنش، نه اینجوری نبود. در واقع احسان علیخانی بولدش کرد، اووردش تو چشم. من نیومدم که فقط بیوگرافی بدم و برم. اونایی که تا حالا با من همراه بودن متوجه شدن که من هیچ تعارفی با کسی ندارم. اگه بدرنگی چیزی کرده باشه حتما بهش اشاره میکنم. پس این شما و اینم امین آقا فرزانه. این آقا فرزانه، یا بهتره بگم امین فرزانه تقی‌دیزج، متولد 19 خرداد 1339 تو محله حسیرآباد تهران به دنیا آمد. البته تا 6 سالگی بیشتر اونجا نبودن، بعدش رفتن به محله 13 آبان شهرنه. واسه اونایی که اهل تهران نیستن لازمه بگم محله 13 آبان از قدیم و ایام تو همین الان که دارید این محتوا رو میبینید مهد لاتای بنام و گنده لاتای تهران بوده و هست. اینو گفتم که بدونید تو 13 آبان استر کردن کار هر کسی نیست. از همون بچگی کله خر بود، سرش تو درس و مشق نبود. کلاس اول ابتدایی رو مردود شد، اینو گفتن که بدون تو تش برید دیگه. با هر زوری که بود خودش رو تا مقطع راهنمایی رسون، حتی با چاقو و تهدید معلمان. تو همون دوران به خاطر چاقو کشی تو مدرسه دستگیر میشه و به کانون اصلاح تربیت ارجاع داده میشه. اون زمان ها به خاطر قد و قواره کوچیکی که داشت مجبور بود تو دعوا دست پیش بگیر، واسه همین همه دعوا رو اول اون شروع میکرد، با یک کله میخوابون تو صورت تلف. همین باز شد بهش لقب امین کله بدن. هرچقدر اهل درس و مشق نبود ورزشکار خوبی بود. تو رشته دو میدانی تا تیم ملی هم رفت، حتی مدال طلا هم گرفت. این نشون میده که ریز و میزه تند و تیزی بود و نقطه ضعفش رو با این تیز و بازی میپوشون. شاید 10 تا بود، چه جوری مثلا ما هم یه تیم خوب بودش، خیلی ها بودن، خیلی بچه ها بودن که دل زبون یکی مثلا شعار نمیدادن. تو همون دوران جوانی به خاطر یه چش تو چش شدن با یه راننده پیکان یه درگیری پیش میاد. امین فرزانه تو اون بین با یه چاقو به پهلوی مادر مرده میزنه و فرار میکنه. بعدش مشخص میشه که اون بنده خدا به خاطر خونریزی زیاد تلف میشه و جونش رو از دست میده. اینجاست که برگ تازه ی از زندگی امین آقا فرزانه ورق میخونه. رو به بوش آماده، بچه ها برداری موتور را روشتن، شمشیر رگ و ریشه دارن. 12 سال زندان باعث میشه فرزانه دیدش نسبت به زندگی تغییر کنه، راه جدیدی برای خودش پیدا میکنه. تو زندان کلی جملات قصار رو از بحر میکنه که تو جمع لوتیا خرجش میکرد. این حرفا بهش میدون میده تا تو جمع بزرگا حرف بزنه و سری تو سر رو داشته باشه. مراسم گوریزو مدیریت میکرد و پول واسه زندانی جمع میکرد. این دست داشتن تو کار خیر فرزانه رو بیشتر و بیشتر تو چشم می آورد، تا جایی که حالا کمتر از آقا فرزانه بهش نمیگفت. لقب امین آقا فرزانه از همین امورات خیر بهش میرسه و تا همین جا هم باش میمونه. سال 1371 بالاخره از زندان آزاد. یه مرد با بیش از 400 تا بریدگی ناشی از خوردن چاقو و کلی خالکوبی دلبسته خواهر یکی از رفقاش میشه، اما پدر دختر راضی به این وصل نبود. مدتی میگذره تا بالاخره قبول میکنه این دو با هم زیر سقف بره. حاصل این ازدواج 3 تا دختر با چند تا نوس که هم میگه تو تهران ساکن. حالا چند تا دختر گرفت؟ 400 خورده. شد از خودتون بپرسید شغل امین آقا اصلا چیه؟ این آقا یه حجره میوه فروشی تو میوه تربار تهران داره، چند تا سوپرمارکت تو همون حوالی. داشتن همین چند تا مغازه و اون حجره میتونه تا چند نسل بعد از خودش هم تو رفاه کامل نگه داره. میخوام بگم اصلا دغدغه مالی نداره. اگه به پیج اینستاگرامش هم یه نگاه بندازید میبینید که خیلی از مواقع در حال کمک به امور خیریه، جمع کردن پول برای جهیزیه دخترای بی سرپرست و از این قبیل کاراست. خلاصه که سرش همچه خلوته واسه اینجور کارا. این آخریا بگم که کم دشمن نداره، یعنی فکر نکنه همچی گل و بلبله.
خیلی از لوتیای قدیمی هم هستن که اصلا تاییدش نمی‌کنن. خیلی از لاتای امروزی هم باش حال نمی‌کردن. نمونش خدا بیامرز وحید مرادی که توی یکی از مصاحبه‌ها حسابی آمین آقا رو دیس کرد که در نوع خودش هم جالبه، میتونی ویدیوش هم ببینی. دو پرسه جوهایی هم که شخصا خودم انجام دادم خیلی نامحسوس بهم رسوندن که زن صیغه‌ای هم داره که البته به ما ربطی نداره. چند وقت پیشم یه بنده خدا تعریف میکرد امین آقا تو خونه یکی از همین صیغه‌ای‌هاش بوده که یه وانتبار میوه فروشی دمدمای صبح با بلندگو بارش رو داشته جار میزده. مثل اینکه امین آقا همچین خوابش خراب شده از همون بالا داد و بیداد میکنه. نوچاش که تو محل بودن تا میخورده میوه فروش رو میزنن و یه انگوشم میشکنن. راست دروغش رو دیگه میزنن با عهده خودتون واقعیت. الان یه حال چیزی که ازش داری میبینیم تو رسانه ها بد نیست، حداقل تو عموم مردم. چهره خوبی از خودش ساخته، یه جورایی سلبریتی محسوب میشه. آره اینجوری بهتره بگیم. سلامتی دلاور مردم و پهلوانامون اسم نبرید. میگه من منمیت میارم، منمیت بیاییم بیرون میشیم ما، وقتی شدیم ما میشیم یه خانواده. ممنون که تا اینجا کار با من بودی، مرسی که صدای من رو تحمل کردی. ازتون میخوام که ازم حمایت کنید و با انتشار و ارسال محتوای این چنل و اطرافیانتون به منم کمک کنید. در میگرفت من به حوزه استوازی خودمون و اونایی که طلاق به جنوب شهر بودش یه تیم خیلی خوبی بودیم، سری میگودیم بچه ها میدویدیم کتون.